اصول رهنمودی برای آینده افغانستان نخستین بخش این پیشنویس است که 14 ماده دارد. در ماده های آن آمده است که دین رسمی کشور اسلام است، افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها خواهد بود و قانون اساسی تازه از حقوق زنان و کودکان پشتیبانی می کند. در وقتی که شریک می شدم، امریکا پیام به همه گی به هر کسی که طرح داده که طرح حکومتشان نیستن، یک چیزی است که بتونن که پروسه صلح را یک کمی سرعت بدن. حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی دومین بخش این پیشنویس است. حکومت انتقالی سه شاخه جدا و مساوی خواهد داشت. نخست بخش اجرایی است که در آن رئیس دولت حضور خواهد داشت، وزیران کابینه و نیز ریاست‌های مستقل از بخش‌های دیگر آن هستند. گزینه دوم در این پیشنویس این است که ساختار اجرایی شامل رئیس دولت، نخست وزیر، معاونان آنان، وزیران کابینه و ریاست‌های مستقل باشد. دوم شورای ملی که شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا می شود، بر بنیاد این پیشنویس قرار است که نمایندگان طالبان نیز در ترکیب شورای ملی گنجانیده شوند، اما شمار دقیق اعضای آن روشن نیست. سوم قوه قضاییه که شورای مستقل عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی تازه نیز شامل آن می باشد. شورای عالی فقه اسلامی از 15 عضو تشکیل خواهد شد که 7 عضو آن را طالبان و 7 عضو دیگر را جمهوریت و 1 عضو آن را رئیس دولت انتخاب می کند و این شورا وظیفه دارد که در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد معاصر در کشور راهنمایی‌های اسلامی کند. این حیث طرح چیزای خوب داره، اما خطرات جدی، سوالای بسیار جدی هم در این موجود است که ما باید به او بپردازیم. ایجاد کمیسیون تدوین قانون اساسی بخش دیگر از این پیشنویس است که باید در درازای 30 روز پس از توافق کارش را آغاز کند. مسوده نهایی قانون اساسی پس از تصویب از سوی لوی جرگه نهایی خواهد شد. به استثنای دو اصل اساسی قانون اساسی که فصل دومش است که مجموعه ارزشی ما است و اصل انتخابی قدرت، دیگر تمام قانون اساسی میتونه مورد تعدیل قرار بگیره. بر بنیاد این پیشنویس هیچ انتخابات بر بنیاد قانون اساسی کنونی در زمان حکومت صلح برگزار نمی شود. کمیسیون انتخابات ایجاد خواهد شد و یک نهاد جهانی قابل قبول به همه طرفها برای مدیریت انتخابات پس از دوره انتقالی به کابل خواهد آمد. در پایان این پیشنویس آمده است که یک کمیسیون عملی ساختن و نظارت بر آتش بس ایجاد خواهد شد و تمامی طرفها برای رعایت از آتش بس ملزم خواهند بود.